درود بر شما و به وقتتون بخیر. امروز پنجشنبه 10 آبان ماه و الان ساعت 10:30 به وقت ایران و 8 صبح به وقت اروپا است. همراه شما هستیم با در یک نگاه این ساعت. نخست وزیر لبنان گفت لبنان و اسرائیل می توانند ظرف چند روز با آتش بس موافقت کنند. نجیب میقاتی به تلویزیون الجدید لبنان گفت هوخشتاین نماینده آمریکا طی تماسی که با من داشت به من پیشنهاد کرد که می توانیم قبل از پایان ماه و قبل از 5 نوامبر به توافق برسیم. رویترز نوشت حزب الله بلافاصله در مورد پیشنهاد آتش بس اظهار نظری نکرد. اما نعیم قاسم رهبر جدید این گروه اوایل روز چهارشنبه گفت این گروه مسلح مورد حمایت رژیم ایران در صورتی که اسرائیل بخواهد جنگ را متوقف کند با آتش بس در چارچوب برخی محدوده ها موافقت خواهد کرد. به گزارش رویترز نیکوس کریستودولیدس رئیس جمهور قبرس گفت خوشبین است که آتش بس در لبنان در 1 تا 2 هفته آینده حاصل شود. وی توضیح بیشتری در این مورد نداد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش اسرائیل اعلام کرد به مخازن سوخت واقع در مجتمع‌های نظامی واحد توانمندسازی لوجستیکی حزب الله در منطقه بقاع لبنان حمله کرده است. یک منبع لبنانی به رویترز گفت یکی از انفجارهای مهیب که ستون عظیمی از دود سیاه را ایجاد کرد در اثر حملات به انبارهای سوخت حزب الله ایجاد شد. سایت حکومتی اقتصاد 24 با اشاره به ابقای رژیم در لیست سیاه FATF نوشت بدون FATF بریکس هم کشک است. روزنامه حکومتی ستاره صبح با نگرانی از پیامدهای اجتماعی گشت ارشاد نوشت گشت ارشاد اشتباه بود. نتیجه بگیر و ببند در رابطه با حجاب ایجاد نارضایتی است. جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای قلابی شهر تهران گفت برای جابجایی عادی شهروندان تهرانی به 7500 دستگاه اتوبوس نو نیاز است. اما اکنون فقط 940 دستگاه اتوبوس نوسازی شده در اختیار است. یک شنبه گذشته خرابی ناشی از فرسودگی یک اتوبوس در میدان شهدا باعث یک تصادف زنجیره‌ای با 2 کشته و 9 مصدوم و خسارت به 9 دستگاه وسیله نقلیه شد. با تشکر از همراهی شما، وقت بخیر و خدا نگهدار.